باز نویسنده مزمور 118 6 الی 7 اعلام میکنه خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. از چی؟ از چی نخواهد ترسید؟ از بیپولی؟ از بیکاری؟ از تنهایی؟ از مریضی؟ از رنج؟ از بلا تکلیفی توی دنیا؟ از چی نمیترسه؟ میگه خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه میتواند بکند؟ واو، مگه انسان هیولاست؟ چی شد از انسان میترسه؟ این خود انسان از یک انسان میترسه. چه اتفاقی برای یک انسان پیش اومده که از یک انسان دیگه میترسه؟ خداوند با من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه میتواند بکند؟ خداوند در کنار من و یاور من است، پس بر دشمنان خود پیروز خواهم شد. بر کسانی که باعث رنج و کینه در دل اون شد، که داره باعث آزار و رنج شده. اکثر مواقع ترس از انسان به مرور زمان تبدیل به خشم و عصبانیت میشه، و اگر این خشم و عصبانیت مداوا نگردد، متاسفانه تبدیل به کینه و نفرت خواهد شد. و چون کینه و نفرت گناه میباشد، مجال این رو نمیده که ما بتونیم حتی نزدیک خدا بشیم، و چه برسه به این که بخواییم از آرامش او پر بشیم. بنابراین از رحمت و فیض خدا دور میمانیم. یعنی دوری از بشنم، دوری از چه چیزایی؟ توی این هفته ها صحبت چیز زیاد که دوری از آرامش، خوشیه، برکات زمینیه، برکات روحانی هست، بگیم سلامتیه، و مهمتر از همه اینها دوری از رستگاری هستش. نویسنده اعلام میکنه بخشش تنها راه آرامش هستش، و اگر بخوایم ما این آرامش رو داشته باشیم میباید در رابطه با بخشش بیشتر بیاموزیم، بیشتر تفکر کنیم.